با یک گزارش طبیعت‌گردی و ماهیگیری در خدمت شما هستم. ما به وسیله این هایوی از سمت ونکوور به سمت شهر پمبرتون حرکت کردیم. این هایوی یکی از زیباترین هایوی کاناداست که یک سمت اون کوهستان و سمت دیگر اون اقیانوس آرام. وقتی سمنای پینک به ساحل اقیانوس نزدیک میشن، ما این هایوی رو خیلی طی میکنیم برای سیل اونا. برای همین تو این هایوی ما خاطرات خیلی زیادی از ماهیگیری داریم. خیلی جالب بدونید که در سال 2010 وقتی که المپیک در ونکوور برگزار شد، این هایوی فقط یک لاین داشت. برای اینکه مردم بتونن برای اسکی به ویسلر برن و اونجا تماشا کنن، این هایوی رو دو لاینه کردن. واقعا جز عجایبه. ما وقتی که به ماهیگیری میریم تو مسیر رفت، حیوان وحشی مثل گوزن رو میبینیم، من و علی و فرشید با خودمون میگیم که این نشونه شانسه، یعنی ما میتونیم ماهیگیری خیلی خوبی داشته باشیم. برای دیدن این گوزن نوید از یک ماهیگیری خیلی خوب برای ما میداد. ما کم کم داشتیم نزدیک میشدیم به جایی که قرار بود چند شب اونجا بمونیم. ما در این کلبه چند شب و اقامت داشتیم، یک جای بسیار زیبا در وسط جنگل کنار کوهستان. شب اون روز علی خودش خبر نداشت، تولدش بود. من و فرشید می‌خواستیم سورپرایزش کنیم، برای همین یک تولد بسیار سورپرایز برای علی گرفتیم و خیلی خوشحالش کردیم به امید روزی که تولد 120 سالگی علی رو جشن بگیریم و این دوستی ها همجور پابرجا بود. منم تو این مهمونی یه هنرنمایی کردم. بله، ابی فیشر رو می‌بینید که داره مجلس گرم می‌کنه. خب بگذارید، این شبم خیلی شب خیلی عالی بود. من دوست دارم از غذایی که می‌خوریم فیلم بگیرم، ولی این کوبیده چیزی بود که میشد دربارش صحبت کرد. واقعا عالی بود. فردای اون روزم یه خرس ما رو سورپرایز کرد، یه خرس بسیار فرندلی که مشغول گلابی خوردن بود. از درخت بالا رفت جلوی ما و حدود 10-15 دقیقه ما رو سرگرم خودش کرد. فردای اون روز زمانی که ما به یک چشمه رسیدیم که به یک دریاچه منتهی بود، ناگهان با صحنه زیبای روبرو شدیم. ما کوکنیا رو دیدیم. این کوکنیا از دریاچه برای تخریزی به این چشمه اومده بودن. کوکنیا همون سمنهایی هستن که در دریاچه رها شدن و در زندگی آب شیرین سازگاری پیدا کردن. واقعا جالب بود. کوکنیا از ساکای گرفته شده، ولی چون توی آب شیرین بزرگ میشن زیاد رشد نمی کنن و خیلی کوچیک هستن. با اینکه یک نوع سمن هستن، ولی اصلا رشد زیادی نداره. همجور که میبینید ما خودمونو با این کوکنیا سرگرم کردیم. این کوکنیا مثل سمنای دیگه بعد از تخریزی میمیرن و همجور که ساکایا قرمز میشن، این کوکنیا هم قرمز میشن، دقیقا مثل والدینشون. بعد از اینکه ما ماهی های کوکنیا رو دیدیم، به یک رودخونه دیگه برای ماهیگیری رفتیم. در میون را با این مار بسیار زیبا روبرو شدیم که یه فیلم کوتاهی برای شما تهیه کردیم. زمانی که به رودخونه دوم رسیدیم، با صحنه خیلی عجیبی روبرو شدیم. همین چند دقیقه پیش دیدید درباره کوکنیا صحبت میکنم. کوکنیا از این سالمون گرفته شده. اینا ساکای اصل هستن، اینا سایز بزرگ هستن که برای تخریزی به اینجا اومدن. باورتون نمیشه از کجا به اینجا اومده بودن. از اوشن اومده بودن، یعنی ده ها رودخونه و حتی از چند تا دریاچه رد شدن تا به اینجا رسیدن. یعنی اصلا باورش خیلی سخته که بدونید با چه تلاش این مایا خودشون رو به اینجا رسوندن. یکم هم برای اینا ماهیگیری کردیم و خب فرشید عزیز و علی عزیز موفق شدن چند تا از این ماهی ها رو بگیرن. بعد از که ساکار گرفتیم و اونا رو آزاد کردیم، برای ماهیگیری به این دریاچه اومدیم. همجور که میبینید دریاچه ها تعدادش اونجا خیلی زیاد بود، برای همین تنوع خیلی زیاد بود که ما بتونیم جای مختلفی رو ماهیگیری کنیم. در اینجا تارگت ما ماهی بولتراد یا رمبوتراد بود. در شروع من و علی و فرشید هممون موفق شدیم که چند تا پایکمینو بگیریم که ماهی بومی اینجاست. بعد از اون من موفق شدم که یک رمبو بسیار زیبا بگیرم. این ماهی رنگین کمان کاملا وحشی بود و این ماهی ها به اقیانوس برمیگردن و برای تخریزی برمیگردن به آبای شیرین. یعنی پدر مادر این ماهی ها استیلهد هستن. وقتی که این استیلهد ها میان تخریزی میکنن، بچه های اونا یه مدت رمبو هستن، ولی وقتی که این رمبو ها به اوچن برمیگردن و به آب شور برمیگردن، تبدیل میشن به استیلهد. بعد از اینکه این ماهی رو ما صید کردیم، اونو آزاد کردیم و یک روز زیبای دیگه هم سپری شد. وقتی ماهیگیری در این دریاچه تموم شد، ما تصمیم گرفتیم که برای ماهیگیری به یک دریاچه دیگه بریم. بیشتر قصد ما این بود که بتونیم محیط جدیدی که وارد اون شده بودیم و بگردیم، با دریاچه جدید آشنا شیم، طبیعت رو بیشتر ببینیم. درست ماهیگیری میکردیم، ولی نه زیاد. برای همین بیشتر وقتمون رو به گردش در این مناطق گذروندیم.
وقتی به دریاچه آخر برای ماهیگیری رسیدیم، با اینکه فاصله کمی رو راهندگی کردیم، ولی به طبیعت کاملا متفاوتی وارد شدیم. خیلی جالب بود اینجا ما ماهیگیری کردیم، رنبوهای زیادی گرفتیم، ولی سایز اونا زیاد بزرگ نبود. خیلی جالب بود ببینید که لای درخت‌ها ما دودو می‌دیدیم که داشت آتش‌سوزی شروع می‌شد. دوستان عزیز تشکر که این گزارش رو تماشا کردید. منتظر کامنتاتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.